گلبانگ با صدای نور و بیداری آغازگر یک صبح فوق العاده عالی و خوب دیگر هست. سلام و صبحتان بخیر هموطنان عزیز، امیدوار هستم که خوب، صحتمند، سرحال و یک صبح فوق العاده عالی و خوبی را کنار خانواده هایتان آغازگر بوده باشین. امیدوار هستم که لبخند دائم و همیشه بر لبان شما مستدام باشه و لحظه لحظه از زندگی شما قرین آرامش و خوشبختی باشه. دوستان عزیز، بار دیگر در خدمت شما هستیم و بار دیگر در کنار شما هستیم تا این برنامه زیبا را یک و یک خدمت شما تقدیم بکنیم. من تنها نیستم، امروز همکاران خیلی خوبم در برنامه با ما هستند، آرزو جان و حسنا جان اسمتی که قرار از بخش گزارش شهری را خدمت شما تقدیم بکنه. پس امروز با یک دنیا محتوا با مهمانان فوق العاده عالی و خوب در خدمت شما دوستان هستیم و امیدوار هستم که تا پایان بیننده برنامه خودتان، برنامه گلبانگ باشین و صبحانه وقت بیدار شوین، از خوابتان نماز بخوانین، بعد از او باز به ورزش بپردازین. مطمئن هستم که هوا خیلی ملایم شده، هوا خیلی نه سرد سرد است نه گرم گرم است، بسیار هوای معتدل خوبی هست. شما میتونید که صبحی از خواب بیدار شده، نمازتان خوانده، براین به بیرون و کمی ورزش داشته باشین، قدم بزنین تا باشه که عمو وجیبه که در روز به شما تعیین شده را به وجه حسنش انجام داده باشین. خب دوستا، هر صبح به ما فرصتی است تا ما حرکت داشته باشیم و حرکت بکنیم به سمت اهداف متعالی زندگیمون. پس چقدر خوب است که صبح را با برنامه‌ریزی تمام، با زمان بندی تمام آغاز بکنیم و صبح وقت از خواب بیدار شدیم یک زمان بندی مشخص و خاص به خاطر تمام روز خود داشته باشیم و این میشه که روز ما فوق العاده عالی و خوب سپری شود. خب دوستان، از پرحرفی زیاد من میگذرم، میریم به طرف یک قسمتی از برنامه منجنیق. در ادامه بازم همراهی شما دوستان را با برنامه خودتان، برنامه گلبان خواهم است. بلانکو بچین، بلانکو این آفری کت نکو خدا، کت نکو خدا، کد نکو، درست تو رو کسی یاد نداده، دمو 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 کلپم صحیح تو رو کسی یاد نداده، فکر که پایت درست کن صحیح ساقم تو آفرین بچیم. اینم رقم او بچه او بچه او بچه او بچه گوش بگی بایتک برو دیگه نال نوبت بایتک هست. آفرین یک صحیح، بس بس گردن تاو بتی از طرف چپ به طرف راست، از طرف راست به طرف چپ، برو داتا اوزه، برو داتا ایزه، برو آفرین. اینی را سپورت میگل بچیم، سپورتی را میگل اترم فکر کنم سبر که کب نزد کمسه، از طرف بالا پایین آفرین. اینی را سپورت میگل، رفته بیدر میره بیدر یک هزار دو هزار روپی خود سپورت ده کلاب میتر. ای را بیا پیش کنکت که صحیح یاد بتیتا کمسه. آفرین برای دکا شروع کن، بایتک شروع کن، شروع کن. آفرین آفرین اینا حرکت کمر چرا کن برو مواد میخورم، مواد نامخلا نامخلا. سلام سلام جان، بابا خودت خوب هستی؟ سلام علیکم جان، خیر هستی؟ جان 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 خو ما کاکا قدوس گپ میزنیم. کدوم حرکت برو مینالک؟ بایتک دی کمچه. دیگر شما میم خیلی ورزش میکنی؟ ورزش اخو میکنم، اخو موتو در وقت موتو چی ورزش های میکنی؟ چی ورزش های میکنی؟ کسی تو رو میگم که این رقم رقم کن؟ اون وقت حرکت ها دیگر رقم بود، یه رقم حرکت میرفته، یه رقم حرکت میرفته. بسیار چیزهای خوبش خوبش میرفته. این رقم بس از اگه صبر کن که کاکایت سم از کلی گناهیت بفهمه. میفهمی که امروز چی گله به او داده؟ نه چی کنه؟ اه کتا چیز کنه امروز صاحب رفته ای بازوگکا را میبینی؟ بله. ای بازوگکای خود را تو سابقه خود ما و شما صاحب میرفتیم توسط امو وزن، توسط دیگه وزن، یک جایی که مناسب میرفتیم ورزش میکردیم، دوم دیگه چیزایی میخوردیم طبیعی نبود، تروانه همون تا طبیع قیماغ بود، طبیع بود، نبود بود تخم مرغ میخوردیم، نمیخوردیم شیر گوسفند؟ اولا شیر باز، شیر باز خوردیم یخ چقه منظم بود دیگه، تخم بودنه میخوردیم، پاچه گوساله، پاچه گوساله میخوردیم، تخم ماهی میخوردیم، تخم ماهی، تخم بودنه خو گفتم، تخم کفتر کی گفتی؟ تخم کفتر میخوردیم. گوش بگیر اینی چیزها رو میخوردیم بچیم،
که خود قوی می ساختیم. عالی دیوانه را میبینی که چه شده؟ در کلپا خبر نداری؟ در کلپا یک رقم مواد سودا میشه. موضوع را میگیرن امو خلیفه چا؟ او خود خلیفه میگیره. غیر قانونی سودا میشه. اینه میفهمی؟ مرجع قانونی خبر نداره. میفهمی؟ باید این مرجع قانونی خبر شوه که جوانای ما اخته شده دینیم. به خاطر چی؟ که زود بازوشان بلند بره. زوشان نیششان بلند. اینمی خورده بود. این مواد خدا بزنه ایره. این از این مواد. چی هست؟ کم بزن. از این مواد خورده بود. تو بی بی. اینه. بازی سکر. چی میخوریم؟ اکو مولو تو مزا میتا. اتان دوان سکر چکا کتا کتا شده. چرا گاز تیز دارن؟ اینه سکر. اینه سکر. کاکا قدوس. این بازوگکای خدا کته 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 پم یا یا پمپ میکنن. ما شما سابقات طبیعی قوی میتونیم. آخر ما به این نتیجه رسیدم که دیگه از کلب بکشم بچه را. این صبح قلب از این ستاک میشه. ایسه کن. خدا نکن. نه. خدا نکن. از کلب ستاک میشه. در کلب بره. اما پروگرام غذایش در خانه تنظیم کنیم. پروگرام غذایی در خانه تنظیم کنیم. اینه. آفرین بیخی گپا پیدا کنی کنی گوش بگی جگاز چیزو از چیزو استفاده نمی کنی فومید فومید او بچه سپورت که کدی سپورت آه. ها سپورت سپورت که کدی راسن پیش ممیایی خو شیره 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 بادام آه. شیره بادام میتونیسه جگا چیزای الهی الهی را خوردی کم بود بمره کم بود بمره ما نکنم چرا دیگه اولین آخرینت باشه دیگه این کنه وردش کن که ما و کاکایت یک دیگه خبریم گپ بزنیم چکر بزنیم از اون تقمه بودنه و ایزه که تقمه بودنه و شیر شکر رو اونجا آوردیم یک کمی رو میدیم یک دو گلاس که ما تام عب داره بله بله یک آن مقعد چه برس کنیم چه؟ بیار آقا وقت بخوریم من همه تو ادامه میتام والا همونه که نخوردم آقایم سرم قید کرد حالا یک ذره چی هم شدیم؟ چست هم شدیم؟ خب شد کم بوره الاغ کردم برو دیگر نمیخورم والا آقایم گفت که تخم میارم تخم بودنه میارم تخم مرغ خانگی میارم بادام میارم چقدر خوب چیزها دیگر بیاد دیگر پینال بیاد دیگر چیکر مخدم میزنم بیا 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 بله دوستان دوباره برگشتیم و شما هم قسمت از برنامه منجنیق را تماشاگر بودین امیدوار هستم که لذت برده باشین بریم به طرف یک میان برنامه کوتاه دوستان در ادامه از شما دعوت میکنیم که با بخش پرسش مردم باشید بله دوستان شما بیننده برنامه گلبانگ به شکل مستقیم از تلویزیون جهانی یک هستین و انتظارها به پایان رسید بخش پرسش مردم خوشبختانه که محمد سلیم پیگیر تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی در برنامه حضور پیدا کردن که ما خودم شخصا لقب دادیمشون صدای مردم یک شما چی قضاوت میکنین بعد دست خودتون است سلام پیگیر صبح صبحتان بخیر خیلی خوش آمدید سلام خدمت شما و صبح تمام بینندگان عزیز مردم افغانستان در داخل و خارج کشور صبح خوش باد، صبح شان بخیر شما سلامت باشین، تشکر صبح را چی گونه آغاز کردین پیگیرتون؟ از دست شما کجا ما؟ نه روز داریم، نه شب، نه صبح، نه چاشت از دست رسانه نه روز داریم، نه شب، نه خواب جدی اگر راز بگویم شبانه خود تلفون هایی که دوست های ما و افغان های ما که در خارج هستن مصروف از اون هست و روزان هم می چشمه که باز میکنم میبینم که کدام تلویزیون ها کلیک خواسته و کدام رسانه خانه دوم تو نشده پیگیزه؟ خانه دوم نگه خانه اولم شده حال خانه اولم شده با وجوده که من مردم خدا درک میکنم شاید چهرهیم به مردم افغانستان خسته کن شده باشه خواهش میکنم شما مرا مجبور میسازن رسانه ها مجبور میسازن نمی برنامه که امروز ما با شما هستم تقریبا دو سه هفته پیش باید میامدم بله ولی نسبت به مصروفیت ها دیگه امروز خواستم بیایم ولی بازم از مردم خود معذرت میخوایم خواهش میکنم و یک موضوع را خدمت شما عرض بکنم قبل از اینکه سوال های شما را جواب بدم بفرمایید من نمیتونم کسی باشم که به دل 40 میلیون افغان گپ بزنم ولی کوشش میکنم چیزی که حقایق از در جامعه او را به گوش مردم افغانستان برسانم
یکی کی خوش میشه، کی خفه میشه، کی طرفدار کیست، کی طرفدار کسی نیست، او را شما میفهمین که سیاست مدار هیچ واده 100% دل مردم بلس نمیاره. بله. و هر قدر که یک سیاست مدار دشمن زیاد پیدا میکنه، اما قدر او بزرگ میشه. من دوستای ما اگه گله دارن، من نمیتونم بدل از اونا بدل هر کس گپ بزنم. و میخواییم حقایقی که در جامعه همروزی و دیروز ما بود رو برملا بسازم. بله، شما سلامت باشین. خداوند عمر طولانی و صدای رسا به شما نصیب بکنه. قربان شما. خب پیگیر صاحب، میم از پرسش‌های مردم آغاز میکنیم. اول قبل از اینکه پرسش‌های مردم رو به شما بگویم، میخواییم بپرسم که این روزها مصروف چی کارها هستیم؟ بجز از رسانه رفتن. بدون از رسانه رفتن مصروف مکار رسمی ندارم، تجارت ندارم، دخانه می باشم. بله. زیاد وقتم روزانه در رسانه ها می باشه و یکان کتاب مطالعه می کنم، به خانه یکان سودا می ارم. من مصروف نمی کارهای خانه هستم. تو کاری که رسمی باشه که من جای کار بکنم هرگز نی. و شاید سوال بکنین پس خرچی هایتانه؟ یک بچه دارم، اما ماشاءالله کار میکنه، مصارف ما رو میاره. شما سلامت باشین. خب پیگیر صاحب، دوست ما فواد احمدی پرسان کردن که با توجه به مهاجرت گسترده مردم از افغانستان به کشورهای دیگر، شما چی پیشنهاد برای بهبود وضعیت مهاجران افغان دارید و چگونه میتوان از بازگشت مغزها و نیروهای متخصص به افغانستان بهره برد؟ ببینید، خب مهاجرت تا نیست که در 3 سال شروع شده. 50 سال از افغان ها سرگردان هستند در کوی زمین. من خودم یکی از کسایی که بودم بسیار دیر و مهاجرت کردیم. از این شروع و از مسکو رفتیم، ناروی رفتیم، آلمان رفتیم. بالاخره تصمیم گرفتیم که پرده یک انسان بالاخره در وطنش میشه. و تمام مهاجرت ها آخرش بازگشت به وطن است. زیر باور داشته باشه. و یگانه جایی که آدم میتونه سکون داشته باشه، آرام باشه، او وطن آدم است. و هموطنهای ما که امروز سرگردان به کشورهای همسایه و جهان هستن، یه همش بدبختی است. همش متاسف. هر جوان ما که میره شما میفهمین که از مدنا کده، از آبای سرشار کده، از کوهای سرشار کده، برای وطن نیروی جوان مهم است. ارزشش بیشتر است. بسیار زیاد است. و امروز جوانای ما که در کشورهای همسایه و بیگانه مهاجر میشن به خاطر یک لقمه نان و دو جام همراهشان رویه که باید شوه که نمیشه، که این وظیفه دولت هاست که چگونه از فرار مغزا هر جوانی که ولو نجار باشه، بولدینگ کار باشه، گل کار باشه، من نمیگم تحصیلات عالی که داشته باشه و خب نور دیده کل ماست، ولو هر کسبی که داشته باشه از این وطن میره، برای مدت حتی کوتاهی که دور میشه، یک جفاز در حق افغانستان. پس بیاین که در وطن بمانیم، باور کنیم. و وظیفه دولت ها استقرار میکنم که زمینه ها رو مساعد بسازد تا جوان ها دیگه غرق دریا نشن. جوان ها رو مردم، من میبینم وضعیت مهاجرین ما رو در پاکستان و ایران بسیار بد وضعیت میکنن. امارت اسلامی افغانستان وظیفه ایش است که بر از اینا زمینه کار مساعد بسازد. من باور دارم که افغانستان امروز فردا به این سطح نهی باشه و انشالله تعالی همه چیز رو به امید است. امید است پیگیر صاحب. شما سلامت باشین. دوست بعدی ما پرسان کردن پیگیر صاحب که بیکاری و وضعیت اقتصادی ضعیف از مشکلات اصلی افغانستان هست، از دیدگاه شما چی راهکارهایی میتواند به بهبود اقتصاد و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور کمک کند؟ ببینن، خب من دمی روزا میبینم کشورهایی که وجه زیاد آبادی میشه، لوجه ایجاد شغل میشه، به همگی
بله. یک چرخش بسیار عظیم است. من این روزا میبینم که در هر کوچه کابل تعمیرهای بسیار مقبول و چپه میکنن، بلند منزل جور میکنن. البته شهرواله کابل ما چندین بار که نشست داشتیم در این مورد گفتم که شما امی که اجازه نمیتین که مردم آبادی بکنه خودش باعث بیکاری شده، ولی امروز تا 12-13-15 منزل اجازه میتن به نظرم. و در کوچه کابل که میبینم، سابق ما از این چاری های جو خوب که تیر میشدم اونجا زیاد گلکار و مزدورکار منتظر کار میبودن، حال یک نفر نیست. ولی به این مانا نیست که همه مردم افغانستان صاحب کار شده. جوانان ما که تحصیلات عالی دارن برزنا در این زمینه کار نیست. این با تکرار میکنم، وظیفه دولت هاست که کار ایجاد بکنن تا جوانان ما مصروف باشن. حتی جوانایی که در خارج از کشور است و نابیاین در وطن خود کار بکنین، به نظر ما خوبتر و بهتر است. بله بدون شک. خب پیگیر صاحب، دوست بعدی ما احمدالله شیرزایی پرسیدن که جوانان نیروی بزرگی در افغانستان هستند، چی نقش برای آنها در توسعه و ساخت آینده کشور میبینید؟ چگونه میتوان آنها را به نقش فعالتر در تحولات سیاسی و اجتماعی تشویق کرد؟ بدون جوانا ما هیچ کار کده نمیتونیم. هیچ کار. بله. شاید داینده های دور پول هر کشور از نیروی جوانانش چاپ شد مطابق قانون بین المللی. هر کشوری که نیروی جوان زیاد داشته باشه بله. اما قدر پولش با ارزش میشه. و افغانستان 65% نیروی جوان داره. 65% مملکت جوان است. پس بدون جوان ها یک قدم ما برداشته نمیتانیم به خاطر آبادی و آزادی افغانستان. پس آنقدر مهم حیاتی است که پیشتر گفتم که نه معدن ها و قرضش داره، نه کوه ها، نه آبا، هیچ چیزی نیست در افغانستان که برابر نیروی جوان ها ارزش داشته باشه. بنان هر دولت که میخواه افغانستان آباد بکنه باید توجه خاص به نیروی جوان داشته باشه. شما سلامت باشین. دوست بعدی ما پیگیری صاحب پرسیدن که با توجه به اینکه دین یکی از عوامل مهم در زندگی افغان ها هست، به نظر شما نقش دین در سیاست باید چگونه تعریف شود تا هم به مردم خدمت کند و هم به منافع ملی تامین شود؟ میبینید خب در این مورد جذابتین یکمک تشریحات بدم. یعنی 44 سال اخیر ببینید چپی آمدن، شاید میخواستن به مردم خدمت بکنن ولی دین فراموش کرد. مجاهدین آمدن وقتی که کامیاب شدن دین فراموش کردن، در 20 سال دین فراموش کرده بودن. مردم افغانستان یک مردم بسیار سنتی و دین پرور هستند، دین خود بسیار زیاد دوست دارن. بنان در افغانستان هر کاری که میکنی از طریق دین بکنی، هر پلانی را که دارین او مغایر دین مبین اسلام و کلتور عنانات افغانی نباشه، شما موفق میشین. اگر از دین دور شدین باور کنین به سرنوشت حکومت های پیشین گرفتار میشین، هر حکومت که باشه. ولی به این معنی نیه که شما دین وسیله بسازین و خود به هدف برسانین. دین باید هدفتان باشه نه وسیله. بله جواب خیلی جامع. سلامت باشین. پیگیر صاحب دوست بعدی ما پرسیدن که چه کسی در زندگیتان بیشتر تأثیر را روی شما گذاشته است؟ آیا الگوی خاصی دارید که به شما انگیزه و الهام میدهد؟ ببینید هیچ انسان نیست که پیش خود یک الگو نداشته باشه. و من شاید سر بسیار خوب نخورم. من از این تمام رسای جمهوری که نه تنها در افغانستان بلکه در جهان کارهای خوب کردن من الهام میگیرم. بنان به حیرانی میگم که دکتر نجیب بر من یک سمپل است، با وجودی که شاید بسیار متنان ما انتقاد که چی کارا کرده و نه، ولی اونا مثال را ایجاد کردن، میخواستن صلح‌آمیز تمام موضوع افغانستان حل بکنن. یکی ناکام مانچی گپا بود ولی یک گلگو پیش ما است که
بدون از مردم، بدون از مصالحه، بدون از گفتمان سیاسی، هیچ موضوع افغانستان قابل حل نه دیروز بود نه امروز است. و امروز هم امارت اسلامی افغانستان باید بفهمه یگانه راه حل همین مشکلات که ما داریم او گفتمان سیاسی است، نشستن به یک دسترخوان است، نشستن به یک میز کلان مدور افغانی است تا کل ما بشینیم و مشکلات که داریم را حل بکنیم. بدون از او باز مناقام میشیم. خب پرسش مردم دوستان عزیز یا پرسش شما خیلی زیاد هست و من نمیتونم همیشه پرسان بکنم. انشالله در برنامه های بعدی من پیگیر صاحب می داشته باشیم و بازم ازشان پرسش پرسان میکنیم. خب پیگیر صاحب، من چند پرسشی که خودم ترتیب کرده میخوام از شما پرسان بکنم. دردآورترین یا رنجاورترین خاطری زندگیتان تا فعلا چی بوده؟ دوست پرسان کنید افغان نیست که در زندگی خود بسیار زیاد مشکلات ندیده باشه، ولی بسیار زیاد که مرا درد داد روزی که دخترکم از مکتب جواب دادم و روزه ای جوره فراموش نمی کنم. با وجودی که امروز هم یکمون مکبشم اومدم دخترم بردم، ولی روزه ای جوره فراموش نمی کنم. شما جوان هستین، هنوز شاید اولاد داشته باشین یا نداشته باشین، ولی اگر برابرم هم سن ما شوین باز مرا درک کردن میتونیم. بسیار مشکلات از در وطن، ولی شما مشکل شخصی مرا پرسان کردین. همون روز بود که دخترکم جواب دادن که دیگه مکتب نمیاد. حالت تاسفوار از پیگیر صاحب، آیا وقتی که دخترکتان آمد با چشم گریان پیش شما آمد و به شما گفت که پدر جان مرا مکتب نمیمانن، اونجا مطمئن هستیم که برش پاسخ نداشتیم و تا حالی هم پاسخ برش پیدا کرد؟ ببینیدی شما هم پدر دارین ندمن، خداوند زنده داشته باشیش. سلام باشی. وقتی که آدم به سنهای 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله، 12 ساله می باشه، پدر آدم یک قهرمان است. اولاد زود فکر میکنه که همه چیز پدر میتونه حل بکنه. حل بکنه همه چیزه. خصوصا من رئیس یک از بودم، هر روز در آسان ها هستم، دخترم سرم زیاد حساب میکنه. آمد که پدر بریم که دمه چرا ما رو در مکتب نمیمانه. یعنی ما خود میفهمیدم که من چیز کرده نمیتونم. بخاطر موضوع تنهای دخترم نبود، موضوع تمام دختران افغان بود. و راست پرسان بکنین تا بال ما برش پاسخ داده نتانستیم. با وجود گفتم حالا میره در مدرسه هم و مزامین مکاتب هم میخوانه، ولی امو 3 سال شما هیچ والا پرش بس داده نمیتونم. نتانه از دختر خوده، از تمام دختران افغان ما همیشه در رسانه ها من ایس مرد پیش شما گفتیم که من شرمنده و خجالت زده هستم پیش شما که ما نتانستیم. چیزی که حق مسلم شما بود ما بر شما داده نتانستیم. و با امید از اینکه بله روز باشه که اعلان در گوش ما بهک تمام مکاتب و دانشگاه و پوانتون ها بر رخ دختران افغان باز باشه و ایران تمام مردم افغانستان باید بفهمه که بدون مادر باسواد تحصیل کرده ما یک افغانستان آباد و آزاد داشته نمیتانیم. دقیقا بدون شک. پیگیر صاحب سلامت باشین، تشکر که تشریف آوردین، قربان شما، بخیر باشین. خواهش میکنم که دعوت ما رو پذیرفتین. سلامت باشین. اگر حرفی دارین، پیامی دارین بفرمایید. مردم افغانستان باید بدانند که بدون وحدت و یک پارچگی ما هیچ چیز کردن نمیتونیم. من پس بیاین که حداقل وحدت و یک پارچگی خود حفظ بکنیم. به طرف رژیم ها نبینیم، به طرف حکومت ها نبینیم کی به حکومت هست کی نیست، ولی اگر مردم افغانستان میان خود وحدت داشته باشن، هم دیگر پذیر باشن، دوست داشته باشن یکی دیگر، کمک کنن یکی دیگر، ما باور دارم همه چیز تغییر میکنه. بله. و باید تغییر میکنه. بله بدون شک. سلامت باشین، تشکر، بخیر باشین. خواهش میکنم. خب دوستان عزیز، این بود بخش پرسش مردم با پیگیر صاحب. امیدوارم که از داشته های برنامه تا این دم مستفید شده باشین. میریم به طرف یک میان برنامه کوتاه، در ادامه بازم همراهی شما دوستان را با برنامه خودتان خواهند است.
سلام و صبح زیبایتان بخیر باشه. خوشحال هستم که باز هم آرزو کاکر با جمله همکاران در خدمت شما عزیزان هستم و سپاسگزار هستم از همکار خیلی خوبم خاله جان که بخش اول برنامه را تقدیم شما کردم با آقای سلیم پایگیر. امیدوار هستم که شما هم بیننده صحبت‌هایشون بوده باشین. خوشبختانه مهماندار هستم که ایشان صدف عثمانی هستند، مدرس. و موضوعی که امروز در برنامه انتخاب کردیم یک موضوع خیلی مهم است، اما پیش از اینکه موضوع را معرفی بکنم میخوام که با مهمان و احوال پرسی داشته باشم. سلام و صبحتان بخیر باشه، خیلی خوش آمدید. سلام، صبح شما بخیر. سلام بر شما همکاران عزیزان و بینندگان تلویزیون جهانی تلویزیون یک. انشالله که خوب صبح خوب و خوشی را داشته باشید. سلامت باشین، انشالله که شما هم صبح بسیار خوبی و خوشی و خوشحالی آغاز کرده باشید. موضوعی که امروز انتخاب کردیم، البته بحث امروز ما در مورد ارزش داشتن راهنما یا مربی در زندگی هست که یک موضوع خیلی مهم است و شما هم بیننده و شنونده باشین. در نخست میخوام که اولین سوال از شما بپرسم. پیش از اینکه سوال بپرسم میخوام در مورد موضوع برنامه یک روشنی بیاندازین. خب موضوعی که رو میخوایم امروز روی بحث بگیرم، موضوع ارزش داشتن مربی یا راهنما در زندگی است که چی نقشی داره. خب اولش این است که باید ایجاد انگیزه و توسعه مهارت هاست و ارزیابی تشویق شاگرد می باشه. بعضی از مربی ها هستند که در صنف درس می دن و تدریس می کنند و بسیار لحن زشت بر یک شاگرد، اما به نظر من این خوب است که اول باید جهان بینی، دیدگاه و نظریات و اندیشه هایی که خودشان دارند به حیث یک الگو او را انتخاب می کنند باید به یک شاگرد منتقل بسازند. و از نظر من این است که جایگاه مربی درست است که بسیار بالا هست و جایگاه بسیار عظیمی داره، اما باید معلم نظام باطنی خوده باید اول بسازه و بعد از او بر شاگرد منتقل بسازه. سلامت باشین. پس حالا میپردازیم به اولین سوال این بخش برنامه ما که به نظر شما راهنما یا مربی چه نقشی در موفقیت افراد ایفا میکنند؟ بسیار سوال خوبی را آرزو جان شما مطرح کردین که چه موفقیت را در افراد وارد میکنند، ایجاد میکنند. خب هر اولین نقشی را که یک استاد برای شاگرد انتقال میده، اولینش این است که پیشترم گفتم که ایجاد انگیزه است. هر شاگرد، هر انسان نیاز داره که باید تشویق شود، باید حمایت شود و که بتونه امی مهارت هایی را که داره گسترش بده. و سوال خوبی بود که و گفتین که باید نظام باطنیش آرسته بسازه تا بتونه که در جامعه‌ای که زندگی میکنم مصدر خدمت شود. سلامت باشین، خیلی پاسخ عالی. چگونه یک راهنما میتواند مسیر زندگی یا حرفه فرد را تغییر بدهد؟ خب ما دو نوع استاد داریم، یکی استاد تربیتی است، یکی استاد تعلیمی است. استاد تعلیمی چی میکنه؟ مثلا درس میده، تدریس میکنه و شاگرد از حقایق زندگی با خبر میسازه. اما چی میگن برایش استاد تربیتی چیست؟ استاد تربیتی میتونه که پدر باشه، میتونه مادر باشه، میتونه خواهر باشه، حتی میتونه یک همکار هم باشه. و نگفته نمونه که بدون هیچ انسان نمیتونه بدون مربی زندگی کنه. زندگی بدون مربی ناممکن است. بله کاملا سلامت باشین. چه خصوصیات و ویژگی های در یک مربی یا راهنمای خوب وجود داره به نظر شما؟ خصوصیات خوبی که در یک مربی باید وجود داشته باشه، اولش الگوگیری است. چون وقتی که یک استاد الگوی خوب برای شاگردای خود باشه، باید کردار، رفتار، طرز شیوه رفتارش در جامعه باید درست باشه. و مثلا یک استاد اگر ما داشته باشیم، باید اول امی شاگرد برای طرز رفتار و گفتارش میبینه. هر مربی، هر راهنما باید رفتار، گفتار و طرز فکر و اندیشش صراط المستقیم باشه. دقیقا سلامت باشین. آیا شما در زندگیتان فردی را به عنوان راهنما یا مربی داشتین تا حالا؟ بله ها، هر شخص بیشترم برای ازی اشاره کردم که باید یک مربی در زندگی داشته باشه، چون انسان‌های امروزی در یک مخمسه تاریکی ماندن و نیاز به یک مربی دارن و امی مربی میتونه که اینا را از این مخمسه، از این چا بیرون
بیاورد. پس چی خوب است که داشتن مربی اینها را میتونه که از یک راه تاریکی به راه روشنی ببرد. و بله ها، من میخواهم همینجا یادآور شوم که واقعا من یک استادی دارم، یک اساتید های هستن که واقعا باعث پیشرفت ما شدین و من میخواهم همینجا نامشان یاد کنم که استاد ساره جان عالمی هستن که استاد واقعا استاد دانا و استادی هستن که واقعا یک الگوی بسیار خوب برای ما شدین. واقعا معلوم میشه که خیلی دوستشان دارین، چون به هر بار با یاد کردن نامشان یک لبخند در صورت شما میه. واقعا سلامت باشین. خب با معذرت که من کم گلوندرد هستم، آیا داشتن یک مربی در تمام مراحل زندگی ضروری است یا فقط در مراحل خاص؟ به نظر من بله، در تمام مراحل زندگی ضروری است. چون وقتی که یک انسان در یک مشکل می باشد، مثلا امروزه تمام انسان ها یک تشویش روحی دارند و نیاز دارند بر یک مربی، بر یک رهنمایی که تا اینها را چی کنه، برشان روحیه بده، برشان حمایتشان کنه و برشان انگیزه بده. و بله ها ضروری است. تنها در یک مقطع لسانی ما نمیتونیم که یک استاد، یک مربی به خود پیدا کنیم، باید این ضروری می باشه. و همچنان بیشتر بر تان یادآورم شدم که میتونه که پدر باشه، میتونه مادر باشه، میتونه که گپ‌ها و کردارها، رفتارهای خوبی را بر ما یاد بده و گفتارهای نیکی که دارن امرای ما شریک بسازن و مشوره، همچنان در تصمیم گیری و مشوره دهی بسیار خوب هستن. بسیار عالی، خیلی عالی. چگونه میتونیم بهترین مربی را برای خود پیدا بکنیم؟ راه حل هایش چیست؟ یعنی شما چگونه تونستین که مربی خوبتون را برتون پیدا بکنین؟ گفتین که استادتون است. خب به نظر من چه رقم میتونیم که پیدا کنیم؟ اول باید گفتم که الگو برداری شود، یعنی ببینیم طرز رفتارش، گفتارش. هر استاد باید اول نظام باطنی آراسته داشته باشه، نظام باطنی داشته باشه که بیدار باشه و بتونه که مردم بیدار بسازه. سعیست بعضی از مربی های داریم که بسیار سطح علمشان بالا است، اما چی است که آنها به خاطر از اینکه بیدار نیستن، نظام باطنی درست ندارن، خوب و بد خدا را تفکیک کرده نمیتونن و به جانب مقابل که استادا میباشه و شاگردانشان میباشه، بله، به اونا باید امی اندیشه و جهان بینی هایشان را تغییر بده. سلامت باشین. آیا شما فکر میکنین که مربیگری برای همه افراد مفید هست یا خیر؟ بله ها، به نظر من خوب است، اما بیشترم برتان گفتم که مربی باید بیدار باشه. بیدار باشه. بله ها خوب است. هرگاه که ما مربی شویم یا رهنما شویم، امی طرز فکر ما بالاتر میشه. در یک مرحله میرسه که ما بر رشد میرسیم، بر رشد میرسیم و اینمی رشد ما باعث میشه که جامعه و محیطی که هستیم پیشرفت کنه. سلامت باشین، خیلی پاسخ عالی خوب بود. ما هم خیلی خوشحال هستیم که امروز شما رو من حیث مهمان در برنامه با خود داشتیم و تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتین، آمدیم و برنامه گلبانگ. در اخیر اگر حرف و پیامی دارین، کمره در خدمت است، پس بفرمایید. تشکر از گفتار نیک شما. واقعا تشکر از اینکه در برنامه شما حضور یافتم. فقط با عنوان آخرین مسیج و پیام برتان میخوایم امیر یادآور شوم که هر مربی از خود یک طرز شیوه‌ای داره. پس میگن که لین برق هر قدر کهنه باشه، بازم چراغ خانه یک انسان روشن میسازه. پس چی خوب است که مربی و راهنمایان خود را به حد عالی، به حد اعلی قدردان باشید. بله دقیقا. سلامت باشین جهان. سپاس گرد دوستان و تسنه هم یا نره منانه کم چه زمانگا اخبروان برخی گوره لر بشو لنده دمه برا وخلو بیتا برا گزو لگلبانگ سراسیگی. گرد دوستان یا زنگری سلام بده هم تاسو تا درو رسیگی او یا کلی سحر دی هم تاسو پا خیر وی بیا هم پا دی برخه که سوک برا سروی. بله گرد دوستانو ده گزارش شهری برخه ده اسنا جان حسمتی گرد همکار میره سرسته او دیدی سحر دی پا خیر وی. سلام اسنا جان، صحبت بخیر. سلام آرزو جان عزیز، صبح زیبای خودت همچنان بخیر. یک جان تشکر. عزیزان سلام و صبح زیبای شما همچنان بخیر. امروزتان سرشار از الطاف الهی، آرزومند
هستم که از صحتمندی کامل برخوردار باشین و صبح روز سه شنبه را با خوشی و انگیزه عالی و دیدن برنامه گلبانگ آغاز کرده باشین. الله متعال را سپاسگزار هستم که باز هم فرصت میده ما حسنا اسمتی با همکار خیلی عزیزم آرزو جان کاکر در خدمت شما خوبان هستیم. سلامت باشی حسنا جان. امروز کدام موضوع رو انتخاب کردی؟ میخوای کدام روی کدام موضوع بحثی داشته باشی؟ میشه که بیشتر معلومات بدی بر ما و برای بیننده عزیز ما. بله آرزو جان عزیز، در بخش گزارش شهری قرار داریم و طبق معمول در این بخش ما نظریات و دیدگاه های هموطنان عزیز ما را در رابطه با موضوعات مختلف اجتماعی میداشته باشیم. امروز هم در مورد لقب گذاشتن ناپسند صحبت میکنیم، چنانچه که این فرهنگ نادرست در میان جامعه مختلف از جمله جامعه ما متاسفانه ترویج شده و هر یک ما مسئول هستیم که برای کاهش این فرهنگ نادرست تلاش بکنیم. آرزو خیلی موضوع عالی رو انتخاب کردی و حتما رفتی و گزارش هم تهیه کردی. بله دقیقا. خیلی خوب، پس خوب است که گزارش ببینیم، اما پیش از اون میخوام که از زبان خودت بشنوم. آیا تا حالا شنیدی که در جمله از دوستایت یا سنفی ها یا هر اون کسی که باشه لقب گذاری کرده باشند؟ آرزو جان، به گونه‌ای که قبلا یادآوری کردم، این فرهنگ نادرست بسیار زیاد از جامعه ما متاسفانه و ما خودم یک تجربه بسیار بد داشتیم از این لقب گذاشتن ناپسند، بخصوص دوران مکتب. خودش یک دورانی است که امی لقب گذاشتن بسیار یک چیز معمول است، یعنی بیشتر لقب میگذارن و ما خودم با این لقب ناپسند مقابل شدیم و احساس خوبی هم نداشتیم. خب اینا نمیپرسم نیک چی لقب گذاری کرده بودن. طبعا وقت ما شما نیک دوره مکتب را سپری میکنیم، سمچه ما خیلی نسبتا شوختر میباشن و شوخی میکنن، لقب گذاری میکنن. در اون سن سال دیگه یا هم دوره مکتب یک دوره است که واقعا خیلی عالی آمد، خوبی خودم داره، ولی به نظر من خوب نیست دیگه، تا جایی که خودتان میدانین و ما شما همه ما شما الحمدلله مسلمان هستیم و یک مسلمان نباید بالای فرد دیگری لقب گذاری بکنه، به خصوص نام هایی که اصلا درست نیست. دقیقاً هیچگاه نباید تلفظ شوه. و از خودت مشتم استاد جان. آرزو جان عزیز، از دوران مکتب یاد کردی. دوران مکتب و امی چوکی شاگردی و سقف سن خودش یک احساس داره که خواه انسان شوخ میشه. هر قدر که عاجز باشیم بازم شوخ میشیم و بیشتر لقب گذاشتن ناپسند در دوران کودکی و یا هم دوران مکتب یا دوران تحصیلی با دوستان می باشه، ولی فکر می کنم که بدترین عادت است، عادت میشه و باید ما تلاش بکنیم که فرهنگ نادرست کاهش بدیم. و دقیقاً عزیز، نظریات ما را ما و خودت نظریات ما را ارائه کردیم به دوستای ما. حالا میریم به طرف کجا؟ گزارش شهری. از آن در این قسمت برنامه گزارش شهری آماده نشر است، با هم یک جا می بینیم. در ادامه برنامه گلبان ما را همراهی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام عرض ادب دارم خدمت شما مجری موفق تلویزیونی یک و تمام بینندگان که از برنامه ما را تماشا میکنند. حفصه میرزاده هستم، یکی از معلمین لیسه خصوصی حضرت زید بن حارثه. سلام بر شما و تمام بیننده های تلویزیون جهانی یک. استاد مروه رحیمی هستم، یکی از استادان مکتب خصوصی زید بن حارثه. سلام، وقت شما بخیر. همچنان سلام به و احترامات به تمام بینندگان شبکه تلویزیون جهانی یک و کارکنان تلویزیون یک سلام تقدیم میکنم. اسم لال محمد عارفی است. قسمی که از نامش معلوم است لقب ناپسند، همه قسم که میگن ناپسند و زشت است، پس باعث صدمات یا هم اثرات منفی و ناگوار بر شخص گوینده داره، به دلیلی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم الگوی اخلاق است در بیان همه مسلمانان. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ما و شما گفته که میگه هیچ وقت از لقب زشت و ناپسند استفاده نکنید، چون به دلیل از اینکه لقب زشت و ناپسند یک اثر منفی بر روح و روان جامعه میگذاره و سبب میشه از بزرگترها کوچکترها یاد بگیرن و این یک رسم و فرهنگ اشتباه و غلط در میان مردم ما ایجاد شود. القاب ناپسند که از نامش پیداست ناپسند است، ایجاد فرهنگ های نادرست را در جامعه میکنه، بخصوص بین اطفال ما و شما، که وقتی ما از القاب نادرست در مقابل آنها استفاده کنیم، اونا اونمو شخصیت را میگیرن که ما به مو القاب یادشان میکنیم. اگر ما مثلا از شروع ابتدا اونا را به نام های یا به القاب خوبه
یا القاب پسندیده استشان یاد کنیم، اونا به مو شکل آینده خودم میسازن. مثلا اگه ما باشیم بگیم دکتر، اونا همیشه کوشش میکنن تا بالاخره آینده یک دکتر شون. اگر از القاب ناپسند استفاده کنیم تمام اونا از اونمو انرژی های منفی گرفته و بالاخره به یک جای نمیرسن. ما شاید حال در جامعه ما هستیم که لقب های ناپسند، می لقب های ناپسند یا نامی که والدین بالای اطفال خود یا دختر پسر خود میمونه، از نگاه اسلام یکی حرام است و دومش از این است که به جامعه ما یک تاثیر منفی میگذاره. طبعا در یک اجتماعی که زندگی میکنی قرار است از کودکی در یک فامیل بزرگ میشی و بالاخره بر جای میری که درس میخوانی، آغاز درس ما مثلا از مکتب کودکستان و یا هم همون صنفای کودکی میباشه، بعد از او بر پانتونی که ما راه پیدا میکنیم، تمام اینا یک جامعه و یک اجتماعی است که ما زندگی میکنیم. لقب هایی که مثلا ضرور نیست که همیشه مثلا لقب های گذاشته شوه که ما بر اونا زشت و ناپسند معلوم نشد، مثلا لقب هایی است که یک نفر دوست نداره به اون نام یاد شوه. فکر مثلا ما در کودکی کوچکتر مثلا شاید یک اندام چاقتر مثلا به صورت عامیانه داشته باشیم، باز یک کس شاید برای نفری که میگه به صورت یک ناز نوازش مثلا گفته شوه همو چاقک و یا هم کلیه که مثلا به ناز که میگن، ولی امکان داره که برای یک نفر روی روح روانش تاثیر داشته باشه و از همون لقب احساس خوشحالی نکنه. خب این در یک جامعه فرق میکنه که در کدام اجتماع از این استفاده میشه و در کدام سن سال بالا انسان تاثیر میگذاره. تمام جامعه که ما زندگی میکنیم این القاب ناپسند یک کاملا یک رسم رواج واره است که در بین اطفال بخصوص یا دوران طفولیت حتی فامیل ها در مقابل اولادای خود القاب ناپسند را استفاده میکنن که اونا به ما واقعا یک احساس بد را میداد، اما در مقابلش بعضی فامیل ها هستند که القاب نیکان به اولادای خود نسبت میتن که از اون طریق ما میتونیم که یک انرژی مثبت را بگیریم که تا حالا به اینجا ما رسیدیم. احساس ما احساس خوشایند نیست، به خاطر قبلا هم براتون یادآوری کردیم که لقبای منفی یا لقبای ناپسند تاثیر منفی را بالای جامعه میگذاره، خوشایند نیست. تعداد هر چیز و اصلاح کاری هر چیز از خود انسان شروع میشه و ما باید آغاز هر کار را از خود کنیم، چی با حرکات خوب ما، سخن گفتن ما، چون این تاثیر مستقیم داره بالای اطفالی که در اطراف ما هستن. بعد از او کسته فامیل ما، ما باید فامیل که توجه به این داشته باشن، پدر و مادر چی خواهران و برادر بزرگتر با همدیگر یک صحبت صمیمانه و همچنان اخلاق خوب داشته باشن و بالای همدیگر حتی به مزاح هم شده لقب های زشت و ناپسند نگذارن، چون طفل مثل کست خالی است که هر چیزی که میشنوه درک میکنه و او را فکر میکنه بدون از اینکه توجه به این کنه آیا اشتباه است و یا درست است، چون آنقدر طفل هنوز به نقطه شعور نرسیده که بتونه این را درک کنه، پس فکر میکنه حتما بزرگتر از من استفاده کرد، این یک کار درست است و او را انجام میده. پس ما باید از تهداب خود، خانواده خود و جایی که ما در اونجا کار میکنیم باید استفاده کنیم. مثلا من یک معلم هستم در مکتب خصوصی زید بن حارثه، اگر قرار باشه نکات منفی و کلمات زشت و ناپسند از زبان ما بیرون بیه، خب طبعا شاگردان ما که هستن چون همیشه الگو سازی خود اولین یک شاگرد که از استاد خود در نظر میگیره، پس اونا از ما الگو سازی میکنن و لقب و یا هم نام هایی که ما بالای اونا مونده اونا یاد میگیرن و این باعث میشه که فکر میکنن که بهترین سخنان معلم است، پس ما باید اینو انجام بدیم. پس ما باید همیشه اصلاح کاری یک جامعه یا اصلاح یک عمل کرده زشت و ناپسند از خود ما آغاز کنیم. ما میتونیم که توسط خود پدر و مادر، توسط مدرسه و مکاتب، توسط مرکزهای آموزشی، توسط پنتونها، توسط زیاد جایهای مختلف ما باید از خود شروع کنیم، بعد از او فامیلا، مادرها و همچنان کسانی که الگو هستند در جامعه. الگوی ما در جامعه اول مادرها، بعدن استادا هستند که باید اونا متوجه رفتار خود با یا متوجه حرفای خود که در مقابل یک شاگرد خود یا در مقابل اولاد خود میزنن باشن. اگر یک مادر کوشش کنه که از القاب ناپسند جلوگیری کنه و همیشه تکذیب کنه که القاب ناپسند کار بد است، حتما اولادش هم همین کار انجام میده و همچنان استادانی که در مکاتب تدریس میکنن، اونا هم اگر با شاگردان خود همیشه گذرت کنند که هیچ وقت القاب ناپسند باعث افتخار و فخر نیست، همیشه باعث شرمندگی است، باعث میشه که شاگردان همچنان از این القاب جلوگیری کنند. و
برگشتیم و در ادامه برنامه گلبانگ بخش گزارش شهری قرار داریم. نظریات هموطنان عزیز ما را در رابطه با موضوع لقب گذاشتن ناپسند شنیدیم عزیزان. بدون شک که زمانی که بالای یک کودک، یک نوجوان یا جوان لقبهای ناپسند گذاشته میشه، این میتونه که بالای شخصیتشان هم تاثیر بکنه. بله. و زمانی که و تاثیرات بسیار منفی بالای ذهنشان همچنان داره. زمانی که در میان همسن و سالهای خودشان میباشند، اینا مورد تمسخر قرار میگیره. این باعث میشه که هم از جامعه دور شوند و هم دیگر در جامعه حضور نداشته باشند. حتی یکی از تجارب که من خودم دیده بودم که شاگردا بالا یکی دیگه لقب ناپسند گذاشته بودن و این سبب شد که طفلک یا همین نوجوان نتونه دیگه به درسای خودش بیایه، به مکتب بیایه، حتی پیش دکترای روانشناس هم میرفت تا ای که من چی مشکل دارم که مردم بالای من لقبهای ناپسند میگذاره. ما القاب خوب هم داریم، لقبهای پسندیده هم داریم. فرض مثال به گونه‌ای که هموطنان عزیز ما گفتن، اگر ما یک طفل از کودکی تشویق بکنیم که دکتر میشی، معلم میشی، انجینیر یا هر آن دیدگاهی که بر آینده داره، این تاثیر بسیار مثبت بالایش میگذاره و سبب میشه که خودش مسیر زندگی خود پیدا بکنه، خودش یک انگیزه عالی برای آینده خودش بگیره. عزیزان، بدون شک اصلاح کاری هر کار از خود انسان شروع میشه. ما میتونیم توسط اول نخست از والدین آغاز میشه، بعدا توسط مراکز آموزشی، مکتب، پوهنتون. ما لقب‌های پسندیده را میان خود ما این فرهنگ را ترویج بکنیم که لقب‌های پسندیده از لقب‌های پسندیده استفاده بکنیم و از این نوع لقب‌ها که در دین اسلام هم منع قرار داده شده استفاده نکنیم، بخصوص اینکه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اخلاق نیکو داشت و با یاران خودش را با القاب پسندیده همیشه صدا می کرد و ما باید الگوی اخلاق را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و در ادامه صحبتهایت من هم بگویم آنهایی که لقب ناپسند میگذارند، آنان خام هستند، به پختگی نرسیدن، یعنی مغزشان خالی هست. به این اساس دائما کوشش میکنن که لقب گذاری بکنن، ولی کسی که پخته باشه، به پختگی رسیده باشه، معمولا اگر متوجه شده باشی اشخاصی که کوچک هستن، یعنی اونا بیشتر از این موضوعات استفاده میکنن. ولی موضوع خیلی خوب رو انتخاب کرده بودی، سلامت باشی اسنا جان قند، خیلی موضوع عالی بود. پس فکر کنم که آیستا آیستا به طرف خداحافظی با دوستا رسیدی. تشکر آرزو جان عزیز. خب عزیزان، این بود بخش گزارش شهری که امروز تقدیم دیده های مهربانتان کردیم. آرزومند هستم شما هم از این موضوعات مختلف اجتماعی مستفید شوین، همیشه بیننده برنامه باشین و نظریات هموطنان عزیز ما را ببینین و بالای زندگی روزمره شما هم تاثیر گزار باشه. تا برنامه بعدی و گزارش بعدی که من حسنا اسمتی با همراهی همکار خیلی خوبم آرزو جان کاکر در خدمت شما خوبان قرار میگیریم، شما را والله منان میسپارم. فراموش نکنیم یا رب چنین کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. بله، پس عزیزان میریم به طرف یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم با بخش خاله جان حبیبی باشید. بله دوستان، دوباره در خدمت شما هستیم و سپاسمندتان هستم که تا این دم بیننده برنامه خودتان، برنامه گلبانگ هستین. سپاسمند همکارانم هستم که بخش گزارش شهری را خدمت شما تقدیم کردن و موضوع خیلی ها خوبی را روی گزارش تهیه کرده بودن که امیدوار هستم بیننده اون بخش از برنامه همچنان بوده باشین. خوشبختانه که جوان مستعد، فعال و آگاهی در برنامه حضور پیدا کردن احمد رضا علیزاده که ایشان مشخصا آگاه مسائل طبی هستن و گپشونیت می داشته باشیم مرتبط به فواید نماز از دیدگاه طبابت. قبل از همه سلام و صبحشان بخیر. سلام صبحتان بخیر دکتر صاحب، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و احترام صبح بخیری دارم اولا خدمت فیصل حبیبی صاحب. امیدوارم که حالتان خوب باشن و صبح زیبای شما همچنان بخیر و یک سلام صبح بخیری داغ و دلنشین خدا خدمت همه بیننده های عزیز تقدیم میکنم. شما سلامت باشین. تشکر. صبح را چگونه آغاز کردین؟ خدا رو شکر ما صبح را بسیار عالی و فوق العاده آغاز کردیم. اول صبح خستیم ساعت 4 بجه وضو گرفتیم، آمادگی گرفتیم که مثلا بریم ادای نماز بکنیم، بعدش نمازم یک سوره قرآن هم تلاوت کردیم. بسیار خوب. بعدش هم دیگه هم تو آماده بودیم که بخیر بیایم طرف برنامه‌ای که امروز داشتیم. بله. خب علیزاده صاحب، می‌پردازیم به پرسش‌های برنامه. پرسش اول این گونه است که وضو گرفتن و نماز خواندن از لحاظ طبی چی آثار بر بدن می‌داشته باشه؟
وضو گرفتن و نماز خواندن چه آثاری در بدن ما شما دارن؟ وضو گرفتن که یعنی باعث رفع خیلی از بیماری ها میشن. وقتی ما شما فرزند میریم که وضو میگیریم، از یک طرف حرکت میکنیم میریم طرف خانه و این پوست های ما شما که هستن، مثلا چی هستن؟ منافذ پوستی ما شما که هستن باعث در آلودگی هوا قرار میگیرن، صورت ما شما مثلا دست و پای ما شما اینا. وقتی ما شما میریم وضو میگیریم، اولین فایدشون این هست که وقتی ما شما میریم وضو میگیریم، امی آلودگی گرد و غبار و خاکی که مثلا سر و صورت ما شما هست، دست و پای ما شما هستن، اینا برطرف میشن. و دومین فایدشون این هست که باعث نشاط ما شما میشن. یعنی وقتی که ما شما وضو میگیریم، در مسائل دینی که برم بسنجیم، گفتن که وقتی ما شما وضو میگیریم نباید همی آب که دست و پای ما شما دارن، مثلا صورت ما شما آب میشوریم، این رو نباید خوش بکنیم. دلیلشان این هستن که خودشان باید مثلا چی شون، وقتی صورت ما شما سرد میشون اما درجه حرارت ما شما بالا مرن و باعث تحریکات چی میشن، درجه حرارت بالا بردن درجه حرارت میشن و همچنان اما منافذ زیر پوستی ما شما رو رشد میده و نشاط برای منافذ زیر پوستی ما شما و همچنان باعث چی میشن، یعنی اکسیژن، تولید اکسیژن میشن همچنان در زیر پوستی و بقیه اعضای بدن شما. بله، شما سلامت باشین. آیا به نظر شما با نماز خواندن میشه که استراب، استرس و سایر اختلالات روانی را درمان بکنیم؟ بله دقیقا، با نماز خواندن یکی از دلایلی که ما شما مثلا استراب و استرس و ترس و هراسی که داریم میتونیم با نماز خواندن هم رفع بکنیم. خب کسایی که مثلا زیاد افسردگی دارن، زیاد مثلا استرس دارن، استراب دارن، اینا اگر برن مثلا پناه ببرن به خداوند تبارک و تعالی و همچنان وقتی ما شما بریم در نماز استاد میشیم، اینمی استرس و استراب ما شما کسا باشه میسه که جریان بهبود خون ما شما، وقتی بهبود خون جریان پیدا میکنن مثلا در قسمت فوقانی یا مثلا در گناه ها و چشم شما و اینمی کسا بر ما شما امی حالت افسردگی و ترس استرابی که داریم اونا رو از بین میبرن. و در یک قسمت دیگه شنیده که وقتی ما شما میخواییم که خواب بکنیم یا کسایی که مثلا همیشه وقت افسردگی مخصوصا در پایانی شب، یعنی نزدیک صبح میشن و این می حالت افسردگی و ایناشون زیاد میشن. چرا؟ مثلا شاید هم آگاهی علمی میگن که شما چی دارین؟ شیطان شما را بازی میدن یا مثلا شیطان میان. و یکی اصلا یک ما دو قسم خواب داریم که یکی خواب عمیق میگن که چی میگن؟ خواب ریم میگن که معمولا دمی نزدیک های گل صبح، اینمی حالت ریم که مثلا بعد از 15 الی 10 دقیقه آماده میشه و 90 دقیقه طول میکشه. وقتی مو شما اگر دمی بیشتر از 90 دقیقه طول بکشه، می افسردگی مو شما بیشتر میشه و اینجاست که مو شما باید بریم مثلا وضو بگیریم، آمادگی بر نماز داشته باشیم و این از بین بره. بله شما سلامت باشین. ماهیت نماز و آثار آن در بدن چی بوده میتونه؟ ماهیت و چگونگی آثار نماز، خب خیلی از فواید زیاد مثلا در بدن ما شما دارن. اول اینکه اصلا یعنی گفتن که اسلحه در از نظر اسلام بگیم که باز اسلحه در مقابل چی میشن؟ کفار هم میشن. مثلا باعث رشد و تقویت ذهنی ما شما هم میشن و این آثارات چون هستن؟ خب آثار علمیش، آثار علمی که ما شما وقتی بریم نماز بخوانیم، ما پیشنم گفتیم که وقتی ما شما اگر نماز بخونیم یعنی باعث آرامش ما شما میشن و باعث میشه که در بعضی از جاهایی که مثلا ما شما جریان خون اونجا به آسانی نمیتونن جریان داشته باشن، وقتی ما شما مخصوصا فرض کنین در حالتی که ما شما ایستاد هستیم، یعنی حالت تعادل ما شما را خیلی بهبود میبخشن و همچنان در چی زمانی که مثلا ما شما رکوع میریم یا سجده میریم، در این قسمت های ما شما خیلی این جریان خود تسهیل و مثلا آسان جریان پیدا میکنه. شما سلامت باشین، تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین. قربان شما، حرفی داشته باشین، پیامی بفرمایید. آخرین حرف ما و پیام ما برای بیننده های عزیز و برای دوستا و خواهر و برادر ما هستن که از دیدگاه طبی و همچنان از دیدگاه اسلامی ما میگم که تا میتوانند مثلا انمی نماز اول وقت بخونن و همچنان باید همیشه وقت حفظ الصحه خود را مراد بکنن. وقتی که ما شما حفظ الصحه را مراد بکنیم، انشاءالله از تمام مریضی و از تمام مشکلاتی که داشته باشیم در امان هستیم. شما سلامت، تشکر. تشکر میشین. خب دوستان عزیز، من هم ناگزیر هستم که از حضور گرم شما دوستان مرخص شوم تا اینکه دوباره فردا در خدمت شما قرار میگیرم. همه شما را به خداوند یکتا و منان امانت میسپارم. شماره واتساپ برنامه ما دوستان عزیز در خدمت شماست، میدونید که تماس بگیرین و پیام ارسال بکنین. حتما شما را یک روز در برنامه میداشته باشیم و بحث خیلی عالی میداشته باشیم با هم. خب دوستان، میریم به طرف با
بسته تصویری خیلی کوتاه. در ادامه باز هم همراهی شما دوستان را با باقی برنامه گلبان خواهان است. حساسیت های فصلی و راه های درمان آن. حساسیت های فصلی که به عنوان آلرژیک نیز شناخته می شود، سیستم ایمنی بدن را ضعیف می سازد. این حساسیت ها معمولا در فصل های خاصی به ویژه بهار، خزان و زمستان بیشتر می شود. عامل حساسیت های فصلی بیشتر گرده گیاهان و گرد و غبار است. افرادی هستند که علاقه به حیوانات خانگی دارند، در حالی که حیوانات خانگی یکی از عوامل تشدید کننده حساسیت فصلی است. اگر نگهداری یا تماس با حیوانات کمتر شود، بروز حساسیت های فصلی نیز کاهش می‌یابد. این عامل به خصوص در کودکان بیشتر بروز می‌کند. سیستم ایمنی بدن همه ما در مقابل گرد یک گل واکنش نشان می‌دهد و در افرادی که سیستم ایمنی حساسی دارند بروز می‌کند. حتی بروز آن در افراد مختلف با شدت و ضعف همراه است. با این حال می‌توان علائم حساسیت فصلی را با روش‌های درمان حساسیت فصلی در منزل درمان کرد. علائم حساسیت‌های فصلی شامل عدسه، آبریزش بینی، خارش چشم، سرخ شدن چشم، گرفتگی بینی، سرفه، تب، خستگی و کسالت می‌باشد. برای پیشگیری از حساسیت ها، استفاده از ماسک در زمان گرد و غبار و پاک نگه داشتن خانه الزامی است. همچنین در زمان مبتلا شدن به حساسیت های فصلی، درمان زودهنگام آن مهم است. زمانی که گرد افشانی زیاد است، از بیرون رفتن زیاد خودداری کنید. دروازه خانه ها و کلکین های خود را ببندید. نوشیدن مایعات گرم و استراحت کافی مؤثر می باشد و غذاهایی که بیرون از منزل تهیه می شود را استفاده نکنید. بینی مانند فلوتی کازون می تواند التهاب را کاهش دهد. خوردن سبزیجات مانند سبزی، پیاز، کاهو، لیمو، نارنج مفید است. فرد مریض از میوه‌جات مانند کیوی، کینو، تربوز که بیشترین ویتامین سی را دارد استفاده نمایند. روش مهم دیگر شامل قرار گرفتن فرد بیمار در شعاع آفتاب است. شستشوی بینی با محلول نمک نیز به کاهش این بیماری کمک می کند. فرد مریض و وسایل آن با افراد سالم نباید تماس داشته باشد. در صورت وخیم بودن حالت بیمار، باید نزد دکتر مربوطه مراجعه نماید و استفاده از دواهای تحت نظر دکتر ضروری است. عزیزان برگشتیم، در ادامه برنامه گلبان قرار داریم و باز هم شما را خوش آمدید میگم. خوشبختانه در این بخش بازم با خود مهمان دارم و مهمان ما هستن سحر حبیبی، مدرس هستن اینا و اینا را خوش آمدید میگم. سلام و صبحتان بخیر باشه، خیلی خوش آمدید. سلام همچنان به شما. صبح نشاط دم زد، فیض سحر مبارک. انشاءالله که بنظیر مبارک باشه. درود می خدمت همه شما هموطنان عزیزم و صبح امید که به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و امروز روز باشه به شما که یک قدم به هدفتان نزدیکتر شوید و همچنان روز میخواییم برتان باشه، روز پر دستاورد به تک تک شما خوبان خواهند. انشالله به همه ما شما باشه. صبح چگونه آغاز کرده این تا حالا؟ خیلی خوب و پرندرجی. بسیار عالی، خوب است. موضوعی که امروز انتخاب کردیم، البته فراموش نکنم که خانم سحر نویسنده موفق هم هستن، پس امروز میخوایم که روی نویسندگی هایشان صحبت های داشته باشم، روی فعالیت نویسندگیشان که فکر کنم مقاله هم با خودشان دارن. یک معرفی از شما میخوایم داشته باشیم. سحر حبیبی هستم و همچنان فارغ از رشته ژورنالیسم و بیولوژی و همچنان معلم در یکی از مکاتب های خصوصی شهر کابل. خیلی عالی، موفق باشین همیشه انشالله. گفتن که فعلا معلم هم هستین، تدریس هم میکنین. خیلی عالی، خوب است. به نظر شما حس نویسندگی چگونه یک حس است؟ شما که یک نویسنده هستین چی احساس دارید؟ حس نویسندگی یک حس درونی است که ما بعض اوقات نمیتونیم گوره ما بیان کنیم و امی توسط همین قلم میتونیم که قلم بر دست بگیریم و نوشته یا حسی که داریم توسط همی میتونیم معرفی که داریم حسی که داریم میتونیم نوشته کنیم و یک حس خیلی خوب است و به انسان آرامش میده. انگیزه تو من حس یک نویسنده برای دیگران چیست؟ انگیزه من همی است که استعدادهای خود را آشکار کنند و بتونن که می هر نوع استعداد یا مهارت هایی دارن میتونن که ما را آشکار کنن و بتونن به دیگران انتقال بدن.
نویسندگی شوق علاقه شما بوده؟ میشه که در مورد از این برای ما بله شوق علاقه بود و خیلی هم علاقه داشتم، چون همیشه مطالعه میکردم کتاب ها را و میگفتم که چی بوده، یعنی اینا یک نویسنده شده. تا زمان کمی خود ما وقتی که میخواییم که یک چیز نوشته کنیم در ذهن ما تصور میکنیم یا خطور میکنه. نویسندگی شوق علاقه ایم است و همچنان حمایت فامیل عزیزم که واقعا پدر جانم، مادر جانم و خواهر عزیزم که واقعا خیلی همراهم کمک همکاری میکنن و دوستان عزیزم زیادتر شوق علاقه ایم و همچنان حمایت شدن. وقتی در زندگی ما شما دوستای ما خوب باشه، عالی باشه، ما از اونو انگیزه میگیریم به خصوص خانواده کمره ما همکاری بکنن که خیلی عالی است دیگه، حامی ما خانواده باشه. خب گفته چی مدت زمان میشه که آغاز کردی نویسندگی؟ مدت 3 سال میشه که برای نویسندگی میکنم. بیشتر متنایتان که کار میکنین روی کدام موضوعات هست؟ من فقط مقاله نویسی میکنم، چون مقالات من روز کم هستن خلال بسای نوشته نکردیم. بله زیادتر اولین مقاله که نوشته کردم در مورد مادر و پدر بود و چنان بعضی های دیگر شما هستن و فعلا هم من هم مشتاق هستم که بشنم در مورد پدر و مادر بفرماییم. فعلا از در نزد ما درباره موفقیت است. خب بسیار خوب. موفقیت یک فرایند رسیدن بر قله هایی است که دوستشان داریم. به خاطر کمی وقتی که ما یک مسیر می خواهیم بگذاریم خیلی راه ها است که ما او را باید طی کنیم یا همسان را سپری کنیم و همین مشکلات ها، رنج ها، درد ها هست که می آیند، موانع ایجاد می کنند و ما باید استادگی کنیم، مقاومت کنیم، پس تلاش خود را بیشتر کنیم و راه موفقیت راهی است که ما باید او را اجبار توقف نکنیم، بلکه باید بیشتر تلاش کنیم. شکست هست و همچنان همین یکی از دانشمندان ما هست که توماس ادیسون هم گفته که 10,000 بار شکست نخوردم بلکه 10,000 بار موفق شدم. و اگر زمانی که ما به مرچه هم نگاه کنیم خیلی کوچک است ولی خیلی کوشش میکنه که مو بار یا مو غذایی که به خواب میگیره انتقال میده تا خانه چقدر از پیش میفته و دوباره پس او استادگی میکنه تا مو جایی که یا مکانی که میخواهیم میتونه انتقال بده. پس همین خوب است که همیشه راه موفقیت ادامه بدیم، تلاش کنیم در زندگی ما و همیشه باید پشت کار باشیم. دقیقاً و واقعا که یکی از راه‌های موفقیت مقابله با مشکلات هست. بله. که ماشاءالله شما هم تانستین که با تمام مشکلات که سر راهتون قرار میگیره مقابله بکنید. تا حالا چند مقاله نزد خود دارین از 3 سال که تا حالا کار کردین روش؟ تا فعلا خود 7 مقاله دارم و همچنان فعلا هم در یکی از داستان‌های واقعی است که او را نوشته میکنم چون هنوز تکمیل نشده و همچنان یک مقاله درباره زندگی است که هم تا هنوز تکمیل نشده. میشه کمیشه برای ما قصه کنین از داستان واقعیتان؟ گفتن که روش فعلا کار میکنم چون هنوز او را درست تکمیل نکردیم. یعنی هیچ نمیخوان که روشنی بیان نخواهد چون یک انشالله در برنامه های بعد با شما شریک میسازم. حتما خیلی خوب است. هدفتان از فوتوگرافی چی است؟ فوتوگرافی خودش همین لحظات همیشه جاویدان نگاه میکنه و همه میخاطر برای ما یک خاطره میمانه و هدف می است که همین زیبایی هایی که خداوند خلق کرده او را به تصویر بکشانیم و همچنان به دیگر انسان ها او را انعکاس بدیم تا بیشتر درک کنند. وقتی که ما یک جای سخنرانی داشته باشیم یا یک جای ما حرف میزنیم، اگر بیشتر حرفای ما از بگوییم که از قدر زیاد درک کردن میده، اگر از نهاز تصویر بیان کنیم بیشتر مردم میتونه که درست بفهمه و همچنان زیبایی های خداوند خلق کرده باید او را به تصویر بکشیم و مردم بیشتر او را بدانه. کاملا. به نظر شما یک فوتوگراف عالی و خوب کدام ویژگی ها را باید داشته باشه؟ در نخست خب باید اول اخلاق خوب داشته باشه. بله. اخلاق خیلی خوب داشته باشه و همچنان بتانه که خلاقیت و نوآوری های بیشتر داشته باشه، اعتماد به نفس کامل داشته باشه و اینمی ویژگی ها را باید در خود یک فوتوگراف داشته باشه. آها خیلی عالی. مشوق اصلی تان در اصلی فوتوگرافی و نویسندگی البته کی هست، کی بود؟ مشوق اصلیم خواهر عزیزم که همیشه کمکم میکنه و تا همی مرحله زندگی که رسیدیم خواهرم، فامیل عزیزم که هر کدام من اونم نویسنده هستم. خواهرتان نه خیلی فقط کمک میکنن، بزرگتر از شما هستن؟ بزرگتر هستن از من کرده و همچنان پدر عزیزم که واقعا همیشه حمایت میکنه، از فامیلم تک تکشان واقعا سپاسگزاری میکنم که در هم عرصه ها میشه در پشتم بودن و حمایتم کرد. آها داشتن الگو در زندگی ما چقدر مهم است در عرصه پیشرفت ما؟ خیلی خوب است، اما تا جایی که فکر میکنم خود آدم باید خودش الگو باشه. یعنی نباید از دیگران ما چیزی تقلید کنیم یا بسازیم، خود کس باید خودش به خود الگو باشه. خود باید یک جای برسانیم، استادگی کنیم در مقابل همه مشکلات و سختی ها. آها فعلا شما خود در کدام جایگاه، در چی جایگاه میبینه؟ براتون یک هدف حتما تعیین کرده بودین، آیا رسیدین و یا خیر؟ تا یک قسمت از زندگی بله.
تا یک حده انشاءالله که 100% هم میرسین برشن. کتاب به چاپ رساندین یا تصمیم دارم؟ تا فعلا نیم و تصمیم دارم انشاءالله. امو داستان هایی که گفتم تصمیم دارم که به چاپ برسانم اگر امکاناتش باشه. کسانی هست که شما را حمایت مالی کرده باشه تا حالا؟ فامیل در عرصه چاپ کتابتان؟ تا فعلا خود به چاپ نرساندیم، اگر برسانم فامیلم بلی حمایتم میکنم. خیلی عالی. با کدام مشکلات و چالش ها روبرو شدین در عرصه کارتان؟ میشه که بیشتر بر ما بگید. مشکلات هست که واقعا سر راهم خیلی آمد، اما ما همیشه مو شکست های گست یا مشکلات رو بودم همیشه استادگی کردیم. ناراحت شدیم، جگرخون شدیم، اما هیچ جایی پس دوباره مو شکست قبول نکنیم، پس دوباره استاده شدیم، حتی به یک مرحله بیشتر زندگی رسیدیم. یعنی تا حال شده که کدام مشکل سر راه شما قرار گرفته باشه و شما را از نویسندگیتان خسته کرده باشه؟ تا فعلا نخیر چون شب خلاقیتان بیشتر است. کدام خاطره جالب دارین از دوره نویسندگیتان؟ خاطره جالبم تا فعلا دیگه تو اگه زندگی پر از خاطره است. بله تمامش خاطره است، اما نویسندگیم که نوشته میکردم چندین بارها چون نوشته کردنم زیاد وقت انسان بسیار کمک گیج می سازه. بس پیشم چندین بارها یک جمله چندین بار هم نوشته شده. بله به نظر شما کی ها میتونه که یک نویسنده خوب باشه؟ هر کس میتونه نویسنده باشه یا خیر؟ خب دختر خانم های عزیز ما یا می جوانان ما که هستن، همو هر نویسنده که داشته باشن در هر عرصه به نظر ما آشکار کنن، پنهان نمانن، چی در بخش نویسندگی باشه یا هم در بخش دیگر بخش ها، به نظر ما آشکار کنن خوب است. همو یک ذره هم که باشه استعداد داشته باشن خوب است که به نظر شما خواهد. یعنی چگونه میتونن که یک فرد استعدادی که در وجودشان داره برای دیگران نشان بده که من میتونم نویسنده باشم، من میتونم یک شاعر خوب باشم، من میتونم یک دکتر استاد و در بخش که استعداد داشته باشم تلاش کنم. خیلی خوب، خیلی عالی. به نظر تو فقط تلاش کردن کافی هست؟ تلاش کردن، پشت کار بودن، پلان داشتن مهم کردن. باید مطالعات خود را بیشتر بسازم. بله هم مهم است، پشت کار باید باشن که خیلی عالی است واقعا. جهان صفا سلامت باشین از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و برنامه آمدین و ما هم یکم گلوندرد و به اساس کم کم صحبت هاییم سکلیده میشه و گفته بعضی ها عرف و پیام اگر دارین که امرا در خدمت تان از بفرمایید. قربان تان. حرف و پیام همین است که همیشه دو چیز در زندگی خود فراموش نکنید که عبادت خداوند است که هیچ جایی فراموش نکنید و همچنان تحصیل. این دو را همیشه ما را به بهترین جایگاه میرساند و هیچ جایی دو را توقف نکنید و همیشه باید پشتشان باشید. آها، سلامت باشید. جهان صفاست، ممنون از شما. همچنان خیلی خوشحال شدم. همچنان گرد دوستان تصنا هم یوان رای من نکم چه تل گلبانگ ده لیدو لپر انتخاب و یوز هم زر او رستم نخبرون پای تا لطس را باید خدای پامانی و کم که هات مخوخیگی می یه هم غارم می ندارم چه نور هم لطس را بخبرون که او سیگه ما دیر خبر اول رو خوزه کشه ده خبرون وقت پوره ده زباید لطس را خدای پامانی و کم تر بلی خبرون چه بیا هم گلبانگ زه او خالجان سر تصنا مختارو تاسی وازی او بخون که خدای تسپارم خو خیر مونشه چه د واتس اپ شمیره همشته تاسو کولای شئ چې مونږ ته اړیکه ورسې پیغام راوستو خپل نظریات مو د ګلبانګ خبرونه په اکلم تر راوستو ځکه چې مونږ خبرونه تاسو په مایل تاسو په زړه باندې مخته وړو نو تاسو نظریات مونږ ته ډیر زیات مهم دي او تاسو هم د خپل د صحت ډیر زیات متوجه اوسئ پام ورته ولرئ راورسې د خبرونه پای ته تر بلې خبرونه علامه ملشه